سرخط خبرها شمال در آستانه تحول جدید است پین مقام طالبان در شهرداری جلال به اتهام فساد اداری از سمتشان برکنار شدن طالبان رهبران دایش خراسان به بلوچستان و خیبر پختون خواه رفتند طالبان در فاریاب یک زن را پیش چشم مردم شلاق زد نام ماجران و فعالان حقوق بشر افغانستان برای جمهوری ایران اخراج اجباری افغانها را متوقف کنید و کشته شدن یک مرزبان ایرانی از سوی تفنگداران ناشناس در ولایت نیمروز با یاد خدا به مجموع مهم این کانال خوش آمدید پاین مقام طالبان در شهرداری جلال آباد به اتهام فساد اداری از سمتشان برکنار شدند منابع محلی در ننگرهار می گویند که طالبان به شمول شهردار جلال آباد از اعضای این اداره را از وظایفشان برکنار کردند به گفته منابع این افراد روز شنبه هفت میزان به می اتهام فساد اداری خانه نشین شدند منابع تصریح می کنند که افراد برکنار شده شامل عبدالرازق زیاهی شهردار جلال آباد معاون شهرداری رئیس مالی و اداری مدیر خدمات و سکرتر این ریاست هستند بر بنیاد اطلاعات منابع آنان از سوی ایت از طالبان که از کابل به این ولایت اعزام شده بود به اتهام فساد اداری برکنار شدند منابع افزودند که این پین مقام طالبان از یک سال به این سو در شهرداری جلال مصروف کار بودند طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردن طالبان رهبران دایش خراسان به بلوچستان و خیبر پختونخوا خواه زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان با نشر ای از بازداشت عاملان انفجار اخیر در کابل و حمله بر گردشگران خارجی در بامیان خبر داده و گفته که پس از سرکوب داعش در افغانستان رهبران و اعضای باقیمانده شاخی خراسان داعش با کمک بعض سازمان های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدن و در آنجا مراکز و کمپ های آموزشی دارند زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه نوی میزان بانش ایلامیه گفته است که آملان انفجار اخیر در کابل و همدا بر گردشگران خارجی در بامیان توسط نیروهای این گروه بازداشت شدند. مجاهد گفته حمله کنندگان به کارمندان ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین از یک کمپ تعلیمی شاخه خراسان دایش در بلوچستان به افغانستان آمده بودند. مجاهد همچنین گفته کانان در تعداد از حملات دیگر در کابل و در حمله به گردشگران خارجی در ولایت بامیان دست داشتن. مجاهد افزوده که عملیات بر ضد این گروه در کابل و ننگرهار انجام شده است. به گفته سخنگوی طالبان از مخفیگاه در را و تنظیم کننده این حمله یک طبی تاجکستانی نیست دستگیر شده که قصد تا شمل انتحاری انجام دهد. ده از این مخفیگاه یک واسکت انتحاری دو میل اسلحه و مهمات نیز ضبط شده است. مجاهد تاکید کرده در تحقیقات مشخص شده که حمله کنندگان به کارمندان ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین از یک کمپ تعلیمی شاخی خراسان و دایش در بلوچستان به افغانستان آمده بودند. مجاهد گفته در تعقیب این عملیات ها تعداد از عملیات های دیگر در کابل و فاریاب دو نفر از این فتنگران کشته و تعداد بازداشت شدند. در میان آنها هم افراد هستند که به تازگی از کمپ تعلیمی شاخی خراسان و دایش در بلوچستان به افغانستان آمده بودند. مجاهد تاکید کرده رهبران و اعضای باقی مانده شاخی خراسان داعش با کمک بعض سازمان های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختون منتقل شدن و در آنجا مراکز و کمپ های تعلیمی دارند. مجاهد همچنین گفته از این مراکز جدید هم در افغانستان و هم در دیگر کشورها حملات انجام می دهند و همچنین در بلوچستان و خیبر پختونخوا علمای دینی و اعضای گروه های دینی مذهبی و سیاسی را هدف قرار می دهند و برخ جهاد از آنان برای اهداف شوم خود استفاده می کنند. این در حال است که مقام های پاکستانی همواره وانستان تحت حاکیمیت طالبان را متهم به پناه دادن به سران گروه های تروریستی می کنند. رزاق مامون چنین میگوید. چرا در پنشیر گوشی های هوشمند ممنوع است؟ القایده و تی تی پی در استقامات پنشیر مستقر شدند. شمال در آستانی تحول جدید است. طالبان در فاریاب یک زن را پیش چشم مردم شلاق زدند. دادگاه یالی طالبان در فاریاب زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج و فرار از منزل در ملای عام شلاق زد طالبان روز دوشنبه در خبرنامه ای اعلام کرد این زن با سی ضرب شلاق و شش ماه حبس تنفیزی مجازات شده است در خبرنامه دادگاه طالبان که روز دوشنبه نومی میزان منتشر شد آمده است که حکم شلاق بر اساس تصمیم محکمه مرافعه ولایت فاریاب ارجاع شده است گفته شده است که این زن در حضور مقام های طالبان و شمار زیاد از مردم مجازات شده است طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان بارها افراد را به اتهام های مختلف در ملای مجازات کرده است سازمان های حقوق بشری مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بین المللی و کرامت انسانی می دانند و خواستار توقف آن هستند نامه ماجران و فعالان حقوق بشر افغانستان برای جمهور ایران اخراج اجباری افغان ها را متوقف کنید جمع از ماجران و فعالان حقوق بشر افغانستان تای نامه از مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کنند این نامه که روز یک شنبه هشتم میزان به رئیس جمهور ایران ارسال شده از او خواسته شده است که به وضعیت دشوار ماجران افغان توجه ویژه داشته باشد زیرا بسیاری از آنان با خطرات جدی مواجهند در این نامه تاکید شده است بسیاری از افراد که سابقه فعالیت در نهادهای دولتی نظامی امنیتی و رسانه ها را دارند به ویژه نظامیان و خبرنگاران در خطر تعقیب شکنجه و حتی ادام هستند علاوه بر این نویسندگان نامه تاکید کردند که دسترسی با آموزش یکی از مسئولیت های دولت است و کودکان افغان نباید از حق آموزش در ایران محروم شوند آنان همچنان بازداشت و نگهداری زنان در اردوگاه‌ها را نقض کرامت انسانی و اصول پناهندگی دانستند این نامه در حال برای جمهوری ایران ارسال شده که ماجران افغان در ایران با چلش جدی روبرو هستند در روزهای اخیر پلیس ایران بازداشت و اخراج ماجران افغانستان را شدت بخشیده است. کشته شدن یک مرزبان ایرانی از سوی تفنگداران ناشناس در نیمروز منابع محلی تایید کردند که در پی تیراندازی تفنگداران ناشناس از ولسوالی گنگ ولایت نیمروز بر پاسگاه نیروهای مرزی ایران یک مرزبان این کشور کشته شده است منابع بر روزنامه هشت صبح گفتند که این رویداد یک شنبه شب هشتی میزان رخ داده است و گفته منابع این نظامی امیر محمد امیری نام داشت طالبان در نیمروز و مقام های ایرانی تا اکنون در این مورد چیز نگفتند پیش از این نیز رویدادهای مشابه در مرز میان افغانستان و ایران رخ داده بود چند ماه پیش هم یک مرزبانی ایرانی در پی حمله تفنگداران ناشناس در ولایت نیمروز کشته شده بود سپاس که تا ایندم با ما بودید کافی چینل را سبسکرایب و ویدیو را لایک کنید تا ویدیوی دیگر الله یار مددگار همه